همکارم مراد ویس اینجا در استدیو به ما پیوسته آمریکایی یا انگلیسی ها، غربی اصطلاحی دارن که دیدن باور کردنه و الان دو سه هفته است که دارن دائم میبینن چهرهای اپوزیسیون رو و به خصوص شاهزاده رضا پهلوی رو که فعال از مونیخ گرفته و تا امروز در بروکسل پارلمان اتحادیه اروپا دارن صحبت میکنم به حرفایی هم که داره میزنه از اون حرفایی که موسیقی است در گوش اروپایی شش تا می‌تونم بگم اولش اینی که تور اروپایی شاهزاده رضا پهلوی و سخنرانیش در پارلمان اروپا قله مجموعه ای از تحرکات دیپلماتیک چهره های سرشناس مخالف جمهوری اسلامی که من با احتیاط میتونم به اسم دیپلماسی انقلاب رو بگذارم روش مجموعه از چهره های سرشناس اپوزیسیون دارن این کار میکنن این دیپلماسی انقلاب با قاطعیت میتونم بگم با یک روند دیگه کامل میشه و اون دیپلماسی عمومی ایرانیان در خارج از کشور که به شکل تجمعات اعتراضامیز میاد کامل میشه نکته سومی که میتونم بگم یک لایه میانی که میاد این دیپلماسی انقلاب رو از طرف چهره های سرشناس اپوزیسیون با دیپلماسی عمومی ایرانیان معترض کامل میکنه نماینده های ایرانی تباری هست که در این کشورها هستند که با چهره سرشناس اپوزیسیون در ارتباطن با ایرانی های معترض در ارتباطن با دولت های خودشون در ارتباطن با مردم خودشان در ارتباطن این رو کامل میکنن نکته دیگه ای که این رو کامل میکنه یک دیپلماسی رسانه پرتحرک از طرف چهره سرشناس اپوزیسیونه در رسانه های معتبر بین به شکل گسترده ای هستند نکته دیگه ای که وجود داره چهره های سرشناس و مخالف جمهور اسلامی یکی دو تاشون نیست که مجموعه این کارا رو میکنن شاهزاده رضا پهلوی هست مسیح علی نجات هست حامد اسماعیلون هست خانم چیرین عبادی هست سران کردها هستند و با نکته مکملی که چه کشورهایی رو هدف قرار دادن کشورهای قدرتمند جامعه جهانی یعنی رفتن سراغ بریتانیا دولت و پارلمان و مردمش رفتن سراغ آلمان رفتن سراغ فرانسه رفتن سراغ اتحادیه اروپا پارلمان اروپا کنگره امریکا و کشور امریکا و نکته آخری که میتونم بگم تمام اینها موثر بوده چرا جمهوری اسلامی دردش اومده عباس عراقچی دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی من دو ساعت مصاحبه اخیرش رو گوش کردم با سایت جمارا میگفت این تجمعهای خارج از کشور این تحرکات دیپلماتیک اپوزیسیون در خارج از کشور نگران کننده است برای جمهوری اسلامی نه فقط او حسین امیر عبداللهیان هم تا اشاره کرده به شاهزاده رضا پهلوی نشون میده که این فعالیت هایی که دارن انجام میدن اینطوری نیستش که جمهوری اسلامی بی توجه باشه بهش و نکته درستی که شما گفتید که مخاطبین اروپایی و آمریکایی میگیرن این جور کلام رو باش ارتباط برقرار فرهنگی فرهنگ اوناست که داره هم ارزش های فرنگی اونا رو میگن ارزش جهان آزاد رو هم اصلا انگلیسی بلدن اینا برخلاف وزیر خارجه ایران که انگلیسی درستایی بلد نیست چهره‌های سرشناس اپوزیسیون دارن هم انگلیسی حرف میزنن هم فرانسه حرف میزنن آلمانی حرف میزنن به زبان زنده دنیا با ارزش‌های مورد قبل دنیا و اصلا تیپ و قیافه‌شون هم تیپ و که با دنیای امروزی دنیا سنخیت بیشتری داره تا چهره دیپلمات جمهوری ام. اسلامی به نظر میاد این دیپلماسی انقلاب و این دیپلماسی عمومی انقلاب داره تنور انقلاب رو زنده نگه داره ما شاهد پخته شدن دیپلماسی های مخالف جمهوری اسلامی هستیم و شاهد سازمانی یافتگی بیشترشون هستیم و یک نکته دیگه ای که میتونم عرض کنم ما الان در دنیا دو تا موج دیپلماتیک داریم یه موج دیپلماتیک اوکراین یه موج دیپلماتیک ایرانیا و جالبه که این دوتا به جایی که مقابل هم باشن همدیگر حمایت هم میکنن و نقش هم تکمیلی برای همدیگه دارن در پارلمان ها نهاد ها ها به چرا مختلف اپوزیسیون اشاره کردید و حالا یه چیز همبستگی شب اطلافی هم شکل گرفته چهرهایی که ممکنه الزامن در همه مسائل با هم موافق نباشن کنار هم ایستادن اما شاید کمتر کسی سرمایه سیاسی رو داره که شاهزاده رضا پهلوی داره به خاطر پیشینه پدرش و اینا و آخر سر هم دیدی الان تو همین جلسه امروز هم داشتن شعار میدادن به انگلیسی البته کینگ رضا پهلوی شاه رضا پهلوی این چقدر میتونه چاقوی دولبه برای او باشه برای اینکه از یه طرف حامیان بسیار مهمی داره ولی از طرف دیگه کسانی که ممکنه طرفدار مشروط و سلطنت و اینها نباشن محتاطانه کنار او ایستادن و دارن رصد میکنن که او چه میگه به نظرم مهم اظهارت خود شاهزاده رضا پهلویه که روز به روز پخته تر و با هوشمندی و درایت بیشتری هست موقعی که صحبت میکنه میگه که ما برای عبور از جمهوری اسلامی همه با هم هستیم بعد از جمهوری اسلامی مردم تصمیم میگیرن میگه این نظر منه تصمیم گیرنده های آینده ای ایران باید نظرشون رو بگن علت اینه که یک فاصله ای میتونیم بگیم از نظر شناخت جامعه بین الملل نسبت به شاهزاده رضا وجود داره علت اینه که در درون ایران هم همینطوره شما برای اینکه بتونید با مردم ایران 85 میلیون ارتباط برقرار کنید حرفاتونو بزنید قبل از هر چیز مردم باید شما رو بشناسن برند پهلوی رو در سراسر ایران مردم میشناسن چه موافقش باشن چه مخالفش باشن ولی شاهزاده رضا پهلوی به جای اینکه که این سرمایه اجتماعی رو اجازه بده منشأ اختلاف بشه من تا اونجایی که اظهاراتش رو پیگیری کردم خودش همیشه مبلغ این بوده که ما الان زمانی که هممون هم با هم باشیم البته این نافی این نیست که بعضی از طرفداراش خب صحبتهایی میکنن که بقیه مخالفین رو ممکن رنجیده بکنه ولی خود شاهزاده رضا پهلوی به نظرم روی لبه تیغ به درستی جایگاه خودشو داره میره جلو ممنونم از تو همکارم مراد ویسی اینجا در استودیو با ما